با سلام، در این درس میخوایم یک نکته بسیار مهم گرامر آلمانی رو کار بکنیم که هم تو امتحانهای آلمانی خیلی مهم هست که رعایتش بکنید و هم در صحبت کردن و اون هم حرفای ربطی هستن که در جایگاه صفر جمله قرار میگیرن Conjunction of position null خب اگر میخواد گرامر آلمانی رو به روش آسون یاد بگیرید فراموش نکنید که در یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک عضو کانال دویچ پرزیش تیوی بشید خب یعنی چی پوزیسیون نول یا در از جایگاه صفر در جمله اینکه ما موقع دو تا جمله داریم یه هاپزاتس داریم هاپزاتس یعنی چی یعنی هم فعل داره هم فاعل داره و دوباره یه جمله دیگه داریم که اون هم مثل همون جمله قبلی هم فعل داره هم فاعل خب هاپسادس و این حالا ما این دوتا رو با یه سری حرف ربط ها اگه به همدیگه وصل کنیم جمله دوم هیچ تغییری نمیکنه جایگاه جملهش اون حرف های ربط چیه؟ حرف های ربط هستن اوند اودا آبا زندان دین و دخ یعنی موقعی که ما یه جمله میگیم و بعدش این حرف ها رو بذاریم به طور مثال بگیم اوند بعدش نباید بگیم اون بینش واسه بگیم اون اش بین حالا ادامه جمله متوجه یعنی جمله دوم فرمش تغییر نمیکنه حالا در قالب جملات و تمرینات با همدیگه دیگه به بهتر یاد خواهیم گرفت خب تو جمله اول میخوام بگم که تو خونه میمونی و من میرم خرید du bleibst تو Hause und ich گه einkaufen du bleibst تو Hause und ich گه einkaufen میبینید با اوند که به معنی و هست دوتا جمله رو به هم وصل کردم نکتهش این که بعد از این حروف ربطی که الان بالا نوشته شد همیشه جمله دوم هم مثل خودش میاد این دوتا جمله جدا از هم هست درسته میگم دو بلایب سو نقطه ایشگه اینکافن کافن نقطه اینا دوتا جمله است بخوایم هم وصل بکنیم با, با اوند هیچ تغییری در جملات ایجاد نمیشه این خیلی نکته مهمی است مثلا تو نامه های آلمانی که میخواین بنویسید حالا در تمام سطوح باید دقت کنید که بعد از اوند جمله معمولی میاد اون اشگه این کافن خب با اودا چه میتونیم بگیم؟ اشگه سفوز اودا ich این تاکسی اشگه oder اودا nehme این تاکسی یعنی یا یعنی من پیاده میرم با پای پیاده میرم و یا اینکه یه تاکسی میگیرم ببینید که بعد از اودا نگفتم اودا نیم ایش این تاکسی بلکه گفتم او دا ایش نیمه آین تاکسی یعنی جمله دوم هیچ تغییری در این صورت نگرفته خب حالا برای آبا میگم ایش زوخ هرمولا آبا ایس نیشتا ایش زوخ هرمولا آبا ایس نیشتا این جمله اول گفتم ایش زوخ هرمولا یه جمله ایست نیشتا هم یه جمله است با آبا به معنی اما ولی هستش و هم وصل کردم متقبلش یه دونه کما واسی استفاده بکنید ولی خب جمله دوم هم ثابت مونده و تغییر در این صورت نگفته آبا ایست نیشتا یعنی او اونجا نیستش خب زندان به معنی بلکه هست تو این جمله میگم ویگه نیشت سوفوس فوس زندان وی فارن می dem بوس نسفسزندان ویفاغن مدمبوس یعنی ما پیاده با پای پیاده نمیریم بلکه ما با اتوبوس میریم درست پس بعد از زوندان هم جمله هاپزاتس دوم یا همون جمله اصلی دوممون هم بدون تغییر میاد یعنی اول با فاعل نومیناتیو بعدش ورب گفاغن باشه و بعدش هم باقی جمله خب حرف کن، کنیونکسیون بعدی یا همون حرف ربط بعدی دین هستش. دین معنی چونکه زیرا به دلیل اینکه میده و مثل ویل و دا هست منتها بعد از دین برعکس ویل و دا که فیلومی فرستادن آخر جمله جمله در حالت دین تغییر درش صورت نمیگیره. میگم آنا خوشحاله چون که او امتحانش رو پاس کرده قبول شده آنا ایست گلوکلیش دین زی هت ایغ پروفونگ بشتاندن آنا ایست گلوکلیش دین زی هت ایغ پروفونگ بشتاندن در اینجا هم جمله اول اومده آنا ایست گلوکلیش یعنی آنا خوشحاله دین چون که جمله دوم هم درش تغییر صورت نگرفته زی هت ایغ پروفونگ بشتاندن او امتحانش رو قبول شده در جمله آخر میخوام بگم که ما دویدیم روی سکوی قطار ولی تاکید میکنیم که قطار قبلش رفته یعنی البته که قطار قبلش ولی حرکت کرده بوده رفته ویرن auf den Bahnsteig doch der Zug ist schon abgefahren ren auf den Bahnsteig doch der Zug ist schon abgefahren شان رو یاد گرفته بودیم یعنی اتفاقی افتاده قبل از زودتر از اون چیزی که ما انتظارش رو داشتیم یعنی ما انتظار داشتیم که برسیم به قطار بریم سر سکو و قطار رو بگیریم ولی قطار زودتر از انتظار ما رفته بر همین شان استفاده شده بعد از دو هم میبینید که جمله دوم هم هیچ تغییری نکرده این درس خیلی مهم بود دوستان واسه این ها رو قشنگ یاد بگیرید و بدونید مخصوصا در امتحان نوشتاری حالا هر سطح به آینس یا به یا هر سطح بالاتر حتی باید دقت کنید به جایگاه جمله چون نمره از دست میدید و اگر هم رعایت کنید خب طبیعتا نمره بهتری میگیرید خب حالا شما سعی کنید که با هر کدوم از این کنیونکسیون که دوست داشتید یه جمله بسازید در اصل میخوایم دو تا جمله رو به هم وصل بکنیم و وسطش این کنیونکسیون ها یا حرف ربط بیاد و نکتهش اینه که جملات نباید تغییری بکنه در ساختارش امیدوارم این درس رو دوست داشته باشین دوستان عزیز تا درس آینده بدرود